آیا این وقتی که این کار انجام میشه، یعنی این تعریف عوض میشه برای اینکه یک گزارش مطلوب از عمل کرده یک دولت ارائه بشه؟ خب خودشون هم میدونن که در واقع احتمالاً کسایی که این کار کردن خودشون میدونن که این با واقعیت همخوان نیست، یعنی این آمار با واقعیت همخوان نیست. آیا بحث من اینه که این تبعات روی سیاست گذاری ها میذاره؟ یعنی واقعا این مثلا به حسب این تعریف مثلا میگن خب آمار بیکاری مثلا پایینه، پس ما مثلا زیاد هم مقاممون رو در واقع توی مسئله نذاریم. یعنی آیا خودشون هم گول خودشون رو میخورن یا نه واقعا در واقع اون یه چیز فرماله و در عمل در واقع سعی میکنن که اون سیاست گذاری ها رو مطابق با واقعیت پیش ببرن؟ دوستمون این نکته رو مطرح میکنن که آیا وقتی که یک دولتی میاد یه عدد رو میسازه، آیا خودش همون عددها رو باور میکنه یا اینکه صرفا داره واسه تبلیغات استفاده میکنه، یا اینکه نه واقعا اون عددها ممکنه مبنا هم قرار بگیرن. ببینید متاسفانه تجربه جهانی نشون میده که خیلی وقتا این عددها جدی گرفته میشن. مثلا به هر حال کسانی که وضعیت دولتی شدن کشاورزی در شوروی سابق و چین سابق و چین رو، یعنی چین زمان ماو و شوروی رو، زمانی که کشاورزی دولتی میشه، یعنی خب بالاخره هر کسی یک کشاورزی زمین داشته روش کار میکنه دیگه، تصمیم میگیرن که الان نه، در واقع کلکتیوایز بکنن و افراد بیان توی مزرعه های اشتراکی کار بکنن. در اون زمان یه مشکلی که ایجاد میشه هم در شوروی و هم چین این بوده که برای اینها هدف گذاری میشه، یعنی میگن خب الان این مجموعه باید در آخر سال انقدر تولید داشته باشه و کسانی که در رأس مجموعه های کشاورزی بودن طبیعتا خب رقابت داشتن، میخواستن کارایی بیشتر خودشون ثابت بکنن، در نتیجه رقابتی انگار داشتن در اینکه هدفهای بزرگتری رو اعلام بکنن که ما به این هدف خواهیم رسید آخر سال. و به هر حال خیلی از منتقدین سیستم اقتصادی کمونیستی فکت هایی رو میارن و استدلال هایی رو میکنن که میگن در واقع قحطی هایی که بعد از اشتراکی شدن کشاورزی هم در چین و هم در شوروی رخ دادن، بخشش به خاطر همین هدف گذاری های غیر طبیعی بود، چون واقعا کسانی در مرکز این هدف گذاری ها رو حالا میگفتن تر این حدش ممکنه که اغراق‌آمیز باشه، ولی در حدی جدی میگرفتن. در نتیجه در شرایطی که مثلا کشور شما در سال آینده اینقدر گندم کم داشت، کسی در راست ممکن بود که حکومت خیلی نگران نباشه، چون دلش رو با آمارهای خوش کرده بود که میگفتن نه کلی هم زیاد میاریم. یعنی بعضی وقتا ممکنه که تبعات انسانی حتی فجیعی داشته باشه. این نکته خیلی جالبیه که شما اشاره کردید، به این خاطر که واقعیت اینه که خیلی وقتها به نظر میاد که بعضی از این اطلاع رسانی های ساختگی نحوه عمل دولتی جوری که انگار داره جدیش میگیره، شاید به لحاظ تبلیغاتی چاره‌ای هم نداشته باشه، چون اساسا این عددسازی‌ها رو کرده برای اینکه اولویت‌ها رو در جاهای مختلف انگار که کمرنگ و پررنگ بکنه. یعنی مثلا وقتی که یک دولتی میاد میگه وضعیت اشتغال خوبه، وضعیت همه چی خوبه، وضعیت معیشت مردم خوبه، انگار معنی تلویحش اینه که خب پس حالا میشه منابع و امکانات رو به سمت دیگری هدایت کرد و اونجاها ممکنه براش جذابیت‌های سیاسی، استراتژیک یا هر چیزی دیگری داشته باشه. یادتون هست دیگه، شاید آقای دانش جعفری وزیر اقتصاد آقای احمدی نژاد در دولت اولش وقتی که از وزارت اومد کنار، اون یک سخنرانی عجیب و غریبی کرد که داشت توضیح میداد به عنوان یک اقتصاددان محافظه‌کار و طرفدار آقای احمدی نژاد، مشکلاتی که با عدد و رقم و واقعیت‌های اقتصادی داشته در اون زمان، که اگر که درست از حافظه نقل بکنم، یه جاش داره تعریف میکنه که میگه ما 2 سال جنگیدیم تا به دولت بتونیم بفهمونیم که میزان نقدینگی با میزان تورم ارتباط داره. یعنی این چیزی که آدم فکر میکنه واقعا در هر جای دنیای جزء بدیهیات عددی و آماری و ریاضی و اقتصادی هست. یعنی خب وقتی پول زیادتر بیاد تو جامعه تورم میره بالا، این لازم نیست که کسی اقتصاددان باشه تا اینکه این رو بدونه. ولی میگه 2 سال ما سر این جنگیدیم و میگفتن اینها تئوریای وارداتی غربیه. در نتیجه یه جاهایی آدم واقعا شک میکنه که انگار ممکنه که بعضی از مسئولین در بعضی از کشورها واقعا چیزهایی که خودشون با اولویت های سیاسی وانمود میکنن و میسازن رو جدی بگیرن و همونو مبنای عملکردشون قرار بگیره. طبیعتا دولتی که داره گزارش عمل کرد میده، سالی 875,000 تا شغل ایجاد کردید و در عمل داره 14,000 تا تولید میکنه، ولی وقتی که اعلام میکنه ما اینقدر شغل تولید کردیم
معنی تلویحیش این هستش که وضعیت اشتغال بحرانی در کشور نیست. دلیل نداره که اون دولت اولویت‌های خودش رو و مرام‌های خودش رو هدایت کنه به سمت یک مسئله خیلی جدی. که باز من اشاره می‌کنم به بحثای دیروز که مثلا فرض کنید که بله ممکنه که واقعا ما مثلا به عنوان یک توریست، به عنوان یک مسافر سفر بکنیم به تهران، ببینیم که خب همه دارن ماشینای خوب سوار میشن، همه آشناهای ما دارن ماشینای خوب سوار میشن، موبایل گران قیمت دستشونه، ولی خب به این توجه نکنیم که بخشی از جمعیت جامعه، بخش عظیمی از جمعیت جامعه، حتی اگر که مقداری هم یارانه نقدی بگیرن که قطعا مهمه اون یارانه نقدی، ولی وقتی کارشون از دست بدن، وقتی نتونن کار بکنن، اون چه تبعات اقتصادی عجیبی میتونه داشته باشه. مثلا کارگری که حالا اگه کارم بکنه واقعا مگه چقدر در میاره و در چه حد ممکنه احتیاجاتشو برطرف کنه، حالا کار هم نکنه. اینها واقعا اون چیزهایی که به هر حال میشن واقعیت‌های سنگین اقتصادی در یک کشور. البته یه چیزی هم من بگم، باز اجازه بدید که ما منصفانه صحبت بکنیم. البته هر چقدر که دولت‌ها بسته‌تر باشن، سیستم‌ها بسته‌تر باشن، این بازی‌ها راحت‌تر صورت میگیره. شما در به هر حال خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا، در اغلب کشورهای که به هر حال آزادی بیان جدی‌تره، قوانینی دارید، قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، نمیشه به این سادگی آمارها رو پنهان نگه داشت در اونجا. ولی در کشورهایی که میشه این کارو کرد طبیعتاً راحت‌تر صورت می‌گیره. ولی باز اجازه بدید در همین کشورهای غربی هم باز طبیعتاً من بیشتر مثال هم روی بریتانیاست. من یه چیز عجیب و غریبی دیدم که در زمان نخست وزیری خانم تاچر در بریتانیا، دولت محافظه‌کار بریتانیا تعریف بیکاری رو 23 بار تغییر میده. ما داریم صحبت از یک کشور دموکراتیک می‌کنیم، ولی بالاخره تغییر و تعریف بیکاری 23 بار تغییر داده میشه، لابد به این علت که با اولویت‌ها یا سیاست‌های بیشتر جور در میومده. درسته. بله، همونطور که دوستمون گفتن و حالا همونطور که آخرین جمله‌ای هم که در واقع بیان شد به همین داستان اشاره داشت، این بازی با آمار در همه جای دنیا اتفاق میفته، ولی ببینید این هر موضوع دیگری اصولا این به عنوان روش شناختی من رو این خیلی تأکید دارم، این هر موضوع دیگری ما مباحث سیاه و سفید نداریم. اغلب فضای فکت های ما فضای خاکستریه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا نقض حقوق بشر در کره شمالی وجود داره، نقض حقوق بشر در اردن وجود داره، نقض حقوق بشر در مثلا یونان وجود داره، در انگلستان هم وجود داره، ولی نمیتونیم بگیم که، و طبیعتا شما نمیگید، ما هم نمیگیم که خب همه جا نقض حقوق بشر وجود داره. نه، درجات نقض حقوق بشر در یا شیوه نقض حقوق بشر، شدت نقض حقوق بشر در کره شمالی با اردن متفاوته، به کلی متفاوته. حتی اردن نسبت به یونان به کلی متفاوته، یونان نسبت به انگلستان متفاوته. در زمانهای مختلف نحوه مثلا نقض حقوق بشر در بریتانیا مثلا در دهه 80 با الان متفاوته. یعنی قضیه درجات داره. به درستی میفرمایید که در همه جای دنیا این بازی با آمار انجام میشه، ولی طبیعتاً در کشوری که مثلا فرض کنید که من به عنوان یک روزنامه‌نگار حق دارم به یک مؤسسه دولتی در واقع باهاش مکاتبه کنم و درخواست دریافت یک آماری رو بکنم و اون مؤسسه اگه من نده من میتونم ازش شکایت بکنم بنابر قانون آزادی دسترسی به اطلاعات، تا مؤسسه‌ای که مثلا من اگر تا کشوری که اگر من نامه بنویسم به یک دستگاه و درخواست آماری رو بکنم به راحتی میتونه اساساً جواب من رو هم نده، یا در کشوری که مثلا فرض کنید که اساساً نظرسنجی در مورد مسائل حساس ممکنه یک جرم امنیت ملی محسوب بشه. یعنی قطعاً شما در خیلی از کشورها میتونید مطمئن باشید اگر که نظرسنجی رو شروع بکنید با موضوعی که اون موضوع جز موضوعات حساس واسه دولت اون کشور محسوب میشه و این کار رو شروع کنید ادامه دادن، یکی دو روز این نظرسنجی ادامه پیدا بکنه، روز دوم روز سوم با شما برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
تا در کشور دیگری که به هر حال مؤسسات نظرسنجی عظیمی وجود دارن، احزاب رقیبی وجود دارن که اصلا معنیش نیست که آدمای خوبی ان، ولی چون میخوان با هم دیگه رقابت کنن، چون میخوان هم دیگه رو زمین بزنن، به همین سادگی به دنبال مشکل گرفتن از هم دیگه هستن و هر کدوم مکانیزمای کنترلی خودشونو دارن، هم کدوم نظرسنجی خودشونو میکنن، هر کدوم وقتی دولتی به قدرت میرسه اون یکی دولت در سایه تشکیل میده، یعنی وزیر اقتصاد در سایه داره، وزیر کشاورزی در سایه داره، همه اینا آمار ارقام هیته خودشون رو بررسی میکنن، تیمی دارن که جمع‌آوری میکنن، زیر ذره‌بین میذارن، هدفشون هم اصلا بده ها گیرم، هدفشون اینه که بتونن مچ بگیرن و اینکه تو انتخابات بعدی رقیب رو شکست بدن. ولی به هر حال همه اینا باعث میشه که در یک چارچوبی که به هر حال قانون داره به صورت نسبی ازش حمایت میکنه یا به صورت جدی ازش حمایت میکنه، بشه اطلاعات همدیگر رو رقبای سیاسی رو بکنن و آمار رو بشه دسترسی پیدا بکنن. قطعا من موافقم که حتی در این کشورها هم بعضی از حیطه‌های حساس امنیت ملی سالهای سال پنهان نگه داشته شده، میفهمم، ولی فقط دارم میگم که درجات داره دیگه. طبیعتا ما نمیتونیم بگیم که کره جنوبی نقض حقوق بشره، اسپانیا هم نقض حقوق بشره، همه جا نقض حقوق بشره، نه، طبیعتا درجاتش خیلی متفاوته. در مورد همین مسئله هم همینطوره، واقعا آمارسازی، عددسازی، دستکاری، اینا چیزایی که دولت‌ها بهش تمایل دارن، مؤسسات هم بهش تمایل دارن، مؤسسات اقتصادی هم بهش تمایل دارن که اگر بتونن هزار بازی در بیارن برای اینکه مخاطبان خودشون رو، مصرف کننده ها رو گول بزنن. ولی بالاخره شدت و ضعف این پدیده در جاهای مختلف دنیا میتونه به طور کامل متفاوت باشه.